دانش آموزانی هستند که پس از مسدود شدن مکتب ها و آموزش های حرفه ای رو آوردند. آنان این سخنان را در جریان مراسم فراغتشان از بخش های حرفه ای که از سوی نهاد معاونت و پیشرفت زنان افغان برگزار شده بود ابراز کردند. این دانش آموزان می افزایند که به دور ماندن آنان از مکتب بالای روح و روانشان اثرهای منفی می گذارد. اسلامی اماراتو مکتبونه د جون پر مخ باندې بند کړل، نو موږ د اسلامی امارات خدا وختونه لرو چې موږ ته خپل مکتبونه زموږ په مخ باندې پرانستل شي. ما حق خدا می خواهیم تحت هر گونه شرایطی که باشه، ده ته حجاب باشه، کلاه دراز باشه، څنګه چې موږ دی موسسی څخه دی خیاطی موسسی څخه فارغ شو، غواړو چې هم داسې د پانتون او د مکتب څخه هم فارغ شو. زموږ خواهش او خواست د امانت اسلامي څخه مشرانو څخه همدغه ده چې زموږ د مکتب دروازې خلاصې کړي. برخی از شرکت کنندگان دیگر این مراسم نیز رفتن دختران به مکتب های متوسطه و لیسه را مهم می دانند. دیر زر برای تاس مکاتب و مشال و تعالی اغشی ده اسلامی امارت به دیر ایسا که قاریس موجود ده دوی تصمیم داری شه دومگه دی خواهی دو مکاتب هم شروع شیشی هم کارو کهی هم خپل درسون تا برتلار ایسایی. از سوی هم دفتر معاونت و پیشرفت زنان افغان میگوید شمار بانوان فارغ شده به 60 تن میرسد که در بخش های خیاطی، دست دوزی و آموزش های بهداشتی سند فراغت به دست آوردند. مو خوینده چې دغه څو میاشتې موږ سره کار کړی ده، په اوله دوره کې چې نن فارغېږي دوی دغه ټول لاسي صنایع چې دلته تاسو اینی په تالار کې دوی کارونه دي. این در حالی است شماری از بانوان که در این نشست اشتراک کردند از حکومت و نهادهای بین المللی می خواهند که زنان افغان را حمایت کند.